آیا تعاله فکر کردیم که چرا همه انسانها آزادی را دوست دارن چرا آرامش رو دوست دارن چرا دوست دارن به آگاهی ها برسن یعنی دانش خودشون رو و دانستنیهای خودشون رو زیاد کنند همچنین همه ما مسلما آنچه که ما نسبت به اون آزادی و آرامش و آگاهی که اگر عزیزان میتونیم نکات رو داشته باشیم لطفا اون نکات رو داشته باشیم روی همون سه نکته رو فقط اگر جزوه هاتون رو داشته باشید می بینید ما در این سه مورد صحبت کردیم جزوه هایی که بولشور هایی که برای قبل بوده صحبت کردیم که در صورتی که ما در اون آزادی آزادی درست آرامش حقیقی و آگاهی حقیقی قدم برمی داریم به ما نیز یک نوع پکیجی میرسه که در این پکیج امنیت رو به ما میده یعنی من در آزادی در آرامش و نیز در آگاهی درستی که من میرسه من امنیت رو خواهم داشت و پسوند تمام امور زندگی من قسمت‌های زندگی من امنیت خواهد بود همون گونه که میدونیم اگر بخوایم بگیم یک فردی واقعا با خاطر آسوده داره زندگی می‌کنه، می‌گیم امنیت فردی یک خانواده توی جایگاه درست هست میگیم امنیت خانواده امنیت جامعه امنیت بین المللی و, و هر کجا که شما میخواد این اعتماد رو به دیگران بدید از این کلمه استفاده میکنید از کلمه امنیت که در اصل تضمین موفقیت زندگی من خواهد بود حال امنیت چیست؟ آنچه که نوشتم سعی میکنم روی این باشه که بخونم که این امنیت رو تعریف درستی کردم امنیت حالت فراغت یعنی استراحت یعنی آرامش یعنی امان در امان بودن من هست امنیت حالت فراغت نسبی از هر تهدید یا حمله و یا آمادگی برای که مرا آماده میکنه ما وقتی میایم کلیسا داریم آماده میشیم وقتی میری در حضور خدا صبحگاهان داری آماده میشی برای یه سری از حملاتی چه درونی هست و چه بیرونی هست داره بهت حمله میشه پس یک بار دیگه میخونم امنیت حالت فراغت نسبی از هر تهدید یا حمله و یا آمادگی برای روی رویارویی روی با هر تهدید میباشد امنیت از ضروری ترین نیازهای یک فرد یک خانواده و نیز یک جامعه هستش که هر نوع احساس ضعف که مانند محزون بودن در غم بودن حقیر بودن شرمنده بودن ترد بودن این احساس رو نیز از ما میگیره و از رنج ها خستگی ها تمرکز به مشکلات ما را دور میکنه تا بتونیم بدون ترس بدون نگرانی بدون دلواپسگی نیز زندگی کنیم یعنی دقیقا همون ستا برشوری که تو دستتون بود اگر داشته باشید میبینید اینها به ترتیب نیز دربارش صحبت شده پس امنیت در اصل دیوار حفاظتی هست که به من کمک میکنه یک بار دیگه ارز میکنم که حملات درونی درونی من فکر من هست قبلا هم عرض کردم افکار ما همون قله هایی هست که کلام خدا میگه گفتیم قله یعنی محل رفت و آمده خیلی چیزا شیطون اونجا میره میاد که ما رو نگران کنه ما رو بترسونه به ما آسیب بزنه پس حملاتی که به افکار من میزنه که باعث خستگی و ناامیدی من خواهد شد امنیت این دیواری هست که مانع اون میشه ما در دوم قرنتیان ده چهارده خیلی خلاصه از این میخوام رد بشم تا بعدا بیشتر توضیح بدم اعلام میکنه زیرا اسلحه جنگ ما ما که فرزند خدا هستیم ما که مسیح ایمان آوردیم نهه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قله ها قله هایی که از دوران کودکی با من بوده امیال بد و گناه آلوده گذشته من تمایل به گناه اینها هستند پس زمانی که ما میگیم داریم قله ها رو ویران میکنیم به فکر این نباشیم او فلان کشور که مثلا برفرض میگم اسلامی هست مخالف ماست یا داعشی ها رو دارم نابود نه 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 توی کلیسا قله ها از بین میره در کلیسا باز هست افراد وارد کلیسای خداوند میشن و در زمان پرستش در زمان دعا در زمان کلام تعلیم میگیرن و خودشون رو تسلیم مسیح میکنن اون قله ها رو سرنگون میکنن آمین و این اتفاق همیشه باید پیش بیاد یعنی فقط این نیست فقط این نیست که من به مسیح من به مسیح ایمان میآورم روح من بخشیده میشه اما قلعه های شرارت هنوز در افکار من هست تمایلات گناه هنوز در من هست که به روان من داره آسیب میزنه به رابطه من نیز داره آسیب میزنه و مسیح نیز در انجیل لوقا 11 21 اعلام میکنه وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است به روح خدا به کلام خدا در دعا وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قله خود نگهبانی می کند از افکار خود نگهبانی میکنه مواظب هست مبادا افکارش در مسیر ناامیدی خستگی نگرانی او را پریشان کنه وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است که از قله خود نگهبانی می کند دارایی او در امان هست آنچرا که خداوند به عنوان نجات به اون شخص داده ایمانش نیز در امان خواهد بود موقعیت های زندگی روحانیش و همچنین حتی موقعیت های زندگی مالی اون نیز در امان خواهد بود پس احساس من رو و فکر من رو نیز در جایگاه خوب قرار خواهد داد اما چگونه می توان این فکر و این احساس در آدمی ایجاد میشه چه اتفاقی میفته که من احساس میکنم احتیاج به امنیت دارم ناامنی زندگی اگر اونجا احساس میکنی که میترسی نگران هستی یعنی نیاز داری به امنیت ببین دیواره زندگی روحانیت کجاش ریخته کجا آسیب خورده کجا روزنه رو باز کردی که از اون روزنه داره افکار نگران ترسان وارد زندگی تو میشه و اونجا لازم هسته که من برم اونو ترمیم کنم حالا با توبه هستش با پذیرفتن کلام خداوند هست که تو اون جایگاه نیز قرار بگیرم و متاسفانه زمانی که ما تو اون موقعیت قرار میگیریم که احساس ناامنی میکنیم حس بدی ما این هستش که گویا جان ما را دارن میگیرن گویا در مقابل ما تمام اون افکار خسته و نگران دشمن ما هستند که اجازه نمیدن ما به پیروزی ها و موفقیت ها برسیم و میبینیم در باغ عدن این اتفاق برای آدم و حوا نیز پیش اومد حوا اجازه داد که افکار او به توسط شریر نیز آسیب بخوره و اجازه داد که شیطان وارد قله افکار او بشه و نیز تو یک موقعیتی قرار بگیره که آسیب هم به خودش بزنه و هم به نسل آینده که ما می باشیم و اون رو به عنوان دشمن خودش معرفی کرد و ما میدونیم که کلام خداوند اعلام میکنه در اول پتروس پنج هشت اعلام میکنه دشمن شما کی؟ شیطان که همچون شیر ای میاد تا ضعیفی رو بگیره و ببره کسی که در حضور خدا تقویت نشده کسی که هنوز درک نکرده این درک درست از کلیسا رو نداره کلیسای مسیح نمیخواد ما رو مذهبی کنه ما لا مذهبیم آمین مسیح هم لا مذهب بود آمین ما آمدیم اینجا شکل خدا بشیم از او قدرت و قوت بگیریم در مسیر اراده اون نیز قدم برداریم و زمانی که ما به این جایگاه میرسیم در اصل به بازیچه شریر میریم که دشمن من کی هست من باید با اون دشمنم مبارزه کنم فراموش میکنم که من باید اول مسلح بشم حال دشمن کیست دشمن یعنی ضد من دشمن یعنی بدخواه من دشمن یعنی بر علیه من بد نفس دشمن یعنی کسی که تجاوز میخواد بکنه به امنیت من به آرامش من به امید من میخواد تجاوز بکنه و میخواد حیات من رو بگیره مولوی اینگونه میگه دشمنان باشد که قصد جان کند که میخواد مرا حلاک کنه و در مزبور 143 میخونیم اعلام میکنه زیرا که دشمن من جفا کرده حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده مثل آنانی که مدتی مرده باشند گویا حیات این نویسنده رو گرفته و اجازه نمیده که زیست کنه و در شرایط درست نیز قرار بگه و اگر من بخوام با این دشمن فرضی خودم و خیالی خودم زندگی کنم خواهش میکنم توجه کنید ما خیلی موقع دشمن های فرضی و خیالی داریم خیلی موقع دوستان خودمون رو دشمن میدونیم هم کلیساییمون رو دشمن میدونیم هم خدمتیمون رو دشمن میدونیم هم کارمون رو دشمن میدونیم بعد از یه مدتی همسرمون رو دشمن میدونیم بعد از یه مدتی فرزندانمون رو دشمن میدونیم اینها دشمن نیستن میرسیم بهش وقت بشه آیات رو خواهیم خوند دشمن فقط شیطان هست اینها دشمنان فرضی من هستن که متاسفانه من اجازه دادم و این مجال رو دادم مثل حوا که در از چه کسی رو دشمن دانست؟ بدون رو درواسی خدا رو دشمن دونست چرا که به جای اینکه حوا با خدا وقت بذاره با شیطان وقت گذاشت و پذیروف یعنی یک دشمن فرضی از خدا درست کرد و از اینکه مبادا حلاک بشه از خدا فرار کرد در کتاب پیدایش ما میخونیم باب سه که خدا سخن میگه وقتی سخن میگه با آدم و حوا اونها میگن ما خودمون رو پنهان کردیم میگن ما پنهان شدیم چی پنهان شدن مگه خدا دشمن آنان بود از تمام موقعیت که تو باغ عدن نیز خداوند بر اونها مهیا کرده بود نیز این دشمن فرضی رو برای خودشون ایجاد کرد بود دشمن فرضی خود رو رها کن بس تو دستای خداوند و اجازه بده که محبت خدا حقیقت خدا در اون قله ها عبور کنه و نه شرارت هایی که از طرف شریر هست و با دشمن فرضی نجنگ چرا که دنیای خودت تو در ناامیدی و خستگی پیش خواهی برد شخصی که لنگ بود و برای مسافرت میره به کشتی سوار میشه بعد از مدتی وقتی که میاد دوستانش بهش میگن خب چطور بود سفرت خوش گذشت خوب بود گفت نه خیلی اذیت شدم میگن چرا برای چی میگه راستیتش هر چند وقت یه بار یه دو سه ساعت یه بار داد می‌زدن لنگه رو بندازید توی آب لنگه رو بندازید توی آب منم راستش تمام وقت میترسیدم و میلرزیدم گاهی هستش که چین تصوری در ذهن ما میاد بدون اینکه این حقیقت باشه این واقعیت باشه متاسفانه ما اجازه میدیم با اون دشمن فرضی خودمون زندگی کنیم برای نمونه میخوایم بریم با همدیگه اول سموئیل رو لطفاً امیدوارم امروز بتونیم این درس رو تموم کنیم اول سمویل 18 6 الا 16 رو داشته باشیم میخواید چراقا روشن کنیم لطفا ببخشید مهشا جان ممنون میشم و واقع شد هنگامی که داوود از کشتن فلسطینی برمیگشت خیلی چون... ممنون اجازه بدید ما می‌بینیم بعد از مدتی وقتی که داوود موفق میشه پیروزی ها بیاره جولیات رو نیز شکست میده نگاه مردم نسبت به داوود این گونه بود که از شاول بیشتر پیروزی آورده و موفقیت آورده و باعث میشه طرز فکر شاول نسبت به داوود کاملا عوض بشه خواهش میکنم تو زندگی ما هم از این اتفاقا میافته دقت کنیم روی این قسمت کلام خدا چون میخوایم اصلاح بشیم میخوایم سالم بشیم میخوایم در سلامتی خدا نیز قدم برداریم بله بفرمایید چون ایشان می آمدند که زنان از جمیع شهرهای اسرائیل با دفا و شادی و با آلات موسیقی سرود و رقص کنان به استقبال شاول پادشاه بیرون آمدند خب این چیز بدی نبود برای شاول اگر داوود پیروزی آورد اگر خداوند برکت بده از رهبران کلیسا خادمین خداوند برای کلیسا برکتی باشن که تا به امروز هم چنین بوده برای من افتخار هستش باید افتخار باشه چرا که کلیسای مسیح هدف ما هستش پس این پیروزی ها برای نصیب من نیز شده که هر خادمی در این کلیسا رشد کنه هر عضوی از, از این کلیسا در مسیر اراده خداوند زندگیشو پاک کنه چرا من باید ناراحت بشم بله و زنان لهو و لعب کرده به یکدیگر میسراییدند و میگفتند شاول هزاران خود را و داوود ده هزاران خود را کشتن باشید این صداهای منفی و نگاتیو میتونه بیاد خیلی مواظب باشید امکان داره توی خانوادت بین خواهر و برادرت بین دوستانت بین همکارانت اتفاقی بیفته تحول ایجاد بشه تصور بر این میکنی فلانی از تو بهتر شده ما امروز به عنوان فرزندان خدا باید خوشحال باشیم آمین, آمین. باید بگیم خدای شکر و اگر به همین اکتفا کنیم که افوسیسیان پنج میگه برای همه چیز خدا رو شکر کن مطمئن باش تو جایگاهی هستی که مانند شاول به تجربه نخواهی افتاد بله و شاول بسیار غضبناک شد و این سخن در نظرش ناپسند آمده گفت به داوود ده هزاران دادند و به من هزاران دادند یعنی در اصل داوود که برای اسرائیل مفید بود و مس خدا رو داشت برای شاول دشمن شد و حالا شاول در صدد این هستش که داوود که امتیازات خوبی داره و به نوعی امنیت اسرائیلو داره میاره نیز از نگاه شاول دشمن شده و گاهی توی زندگی ما این اتفاقا میفته افراد رو با دشمن فرضی خودمون تقویت میکنیم دوست و نزدیک و دور و همه رو دشمن میدونیم و حتی بر علیه میشیم که متاسفانه وقتی بر علیه اون میشیم میبینیم بیشتر آسیباش خودمون میخوریم ویلیام شکسپیر میگه برای دشمنت کوره را انقدر داغ نکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند پس باید این هوشیاری ما نیز داشته باشیم با دشمن فرزید بازی نکن کاری نداشته باش اونو تخلیه کن از ذهنت بله پس غیر از سلطنت برایش چه باقی است و از آن روز به بعد شاول بر داوود به چشم بد مینگریست و در فردای آن روز روح بد از جانب خدا بر شاول ب... آمده مرسی. وقتی به چشم بد نگاه میکرده در اصل بدی رو می‌گرفته وقتی به چشم بد نگاه میکنیم با تفکر بد نگاه می‌کنیم با احساس بد نگاه می‌کنیم آسیب و رنج نیز نصیب ما خواهد شد نویسنده اعلام میکنه آنکه خوشی خود را در رنج دیگران میبیند و شاول در این صدد بود هرگز روی خوشی را نخواهد دید اگر به فکر این هستید حتی جایگاه درست ایستادی. جایگاه درسته دیگران حالا بیایم به جای کلمه دشمن بگیم آزاردهندگان نگیم دشمن آزاردهندگان من و شما بر حق گناهکار و محکوم هستن اگر میخوای با اون بجنگی بدون که خودت هم آسیب می‌خوری. رهاش کن از این بازی های سوق و اینا بیا بیرون اون جایی که حق تست برو شکایت کن اشکال نداره تصادف میکنی اینجا اصطلاحا هم میگن سو شکایت کن اما هوشیار باش تو فروشگاه رفتی پاد خورد زمین افتادی بگی آ آ همینجا استخونه من ده سالگی شکسته بود به به دیگه هیچ چی دیگه خوب شد الان پنجا هزار دلار میگیرم بعد میری پیش وکیل خدا برای وکیلا میگه اینو بگی برات بهتره اینو بگی برات بهتره و توی جایگاه تو رو قرار میده که گاهی دروغم باید بگی و میبینی حالا تو رنجت بیشتر از اون زمانی بود که یه ذره پاس فقط درد میکرد تو این بازیام نریم بله در میان خانه شوریده احوال گردید و داوود مثل هر روز به دست خود مینواخت و در دست شاول بود یعنی چنگی شما ببینید شاول چون از یک جایگاه اشتباهی اومده بود چون قله های ذهن و فکرش متاسفانه از شرارت بود و از روح بد بود مثل من و شما امروز نبود که از روح القدس پر شده باشه و روح خدا دلیلی در وجود او شده باشه برای یک زندگی پاک مطابق قلاتیان 5.22 شاولی رو نداشتش پس بنابراین به توسط روح شریر داشت اون عمل می کرد و اعمال و رفتارش به تایید روح القدس نبود پس جایگاه اشتباهی رو داشت میزد. بله اما در مقابلش داوودی بود که می توانست کسی که دشمنش می دونست به دشمن می با نباختن به او آرامش بده خوشیار باشیم خواهش می کنم لفظی بچه هامون رو چیز دیگه غیر از عزیزم دوست دارم صدا نکن همسرمون رو همکارمون رو چه در مقابلشون چه در پشتشون چرا که همین نیز اونها رو دشمن فرضی فکر ما میکنه بله و شاول مزراغ را انداخته گفت داوود را تا به دیوار خواهم زد اما داوود دو مرتبه از حضورش خیشتن را به کنار کشید و شاول از داوود میترسید زیرا خداوند با او بود و مرسی. از شاول دور شده شاول از داوود میترسید چرا میگه چون خدا با او بود خود شاول هم مسیح خداوند بود مسح خدا رو داشت ولی از اون میترسید به خاطر اینکه میگه چون خدا با او او این چه دلیلی بود که این همون دلیل و همون فرضیه اشتباهی بود که در تفکرات ما امروز ما میبینیم کلیساهای فارس زمان رو توی ایران میبندن باعث برکته باعث ترک اعتیاده باعث آرامشه باعث سلامتیه باعث شفاست اما چون خدا با مسیحی هست توی ایران متاسفانه کلیساهای های ایران بسته میشه چون درک درستی نسبت به شناخت خدا ندارن خدا دوستن اما خدا شناس نیستن خوشحال باشیم ما فرزندان خدا اگر قرار باشه خدا دوست باشیم حتما باید خدا شناسم باشیم اگر نه آسیبی که شاول خورد ما نیز خواهیم خورد بله؟ پس شاول وی را از نزد خود دور کرد و او را سردار هزاره خود نصب نمود و به حضور قوم, خروج و دخول میکرد و داوود در همه رفتار خود عاقلانه حرکت می نمود. و ما. خداوند با وی می بود مرسی نه کنید پس داوود هم خدا باهاش بود هم حکیمانه رفتار میکرد اما اینها دلایل درستی برای شاول نبود که او رو بپذیره اعتماد به اون احساست نداشته باش کسی رو دشمن می‌دونی. دشمن فقط شیطانه آزاردهنده قبول کن اما دشمن نکن چون دشمن یعنی تای آخر آخرش دیگه دیگه من میخوام حلاک بشه من میخوام نابود بشه کسی رو دشمن اعلام نکنید حتی داعش رو دشمن اعلام نکنید اونام نمیدونن دارن چی کار میکنن کسی رو دشمن نکنیم چون وقتی دشمن خوندی به خودت این در اصل راه و مسیر رو نمیدی که توی این مسیر اونو کمک کنی و دستگیریش بکنی و بتونی باعث نجات اون بشی بله؟ و چون شاول دید که او بسیار عاقلانه حرکت می کند به سبب او حراسان می بود اما تمامی اسرائیل و یهودا داوود را دوست می داشتن. زیرا که به حضور ایشان خروج و دخول می کرد اگر توی جایگاه درست استادی حالا دیگران شما را به عنوان دشمن می دونن. شما رو بد میدونن نگران نباش چون خدا برای من و تو داره میجنگه لزومی نداره ما میدونیم شیطان که دشمن هست آمده چکار کنه؟ بدوزه یکی از اسمای شیطان دزدیدنه اومده آرامش رو ببره امید رو ببره اومده ایمان ما رو ببره اما عیسی مسیح برای من و شما اومده روی صلیب روی صلیب اینجوری هم نیامده این دروغ شاهدان یهوه است گوش نکنید لطفاً مسیح دستاش برای ما باز بوده آه. چون امنیت ما رو میخواد تضمین کنه میخواد تمام وجود ما رو بگیره آه. همه موقعیت ما رو میخواد بعد از جورج دقیقه بیاد لطفا شما آه. میخواد تمام موقعیت ما رو بگیره اگر بعد از جورج عزیز نمونه از هر کدوم ما هست درسته آه. من اگر اینجوری باشم چجوری میتونم ایشونو امر قرار بدم اینا دروغه شیطانه قبول نکن مسیح روی صلیب دستاش بازه از اینجا حفاظت میکنه اینجا حفاظت میکنه هر کجا که شریر میخواد آسیب بزنه مسیح روی صلیب تضمین کرد که حافظ من هستش ممنون و اجازه نخواهد داد زندگی من آسیب بخوره ایمان داشته باشید در یوحنا ده ده میخونیم دوز نمی آید مگر آنکه که بدوزد و بکشد و آن را زیادتر حاصل کند من شبان نیکو هستم مسیح میگه شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان خود میدهد و داد ایسای مسیح ما در امنیت او هستیم اما هوشیار باشیم قسمت از دیوار زندگی روحانی ما اگر ریخته اونو دوباره بنا کن نزار ترک خورده باشه این فرصت رو ما داریم بله و شاول به داوود گفت اینک دختر بزرگ خود میرب را به تو بزنی زنی میدهم فقط برایم شجا باش و در جنگ های خداوند بکوش خیلی ممنون میتونیم برای این قسمت کلام خداوند دست بزنیم شیطان گاهی به ما هدایایی میده هدیه میده بازش نکن لطفا کشیش رسول کنارت رد میشه حواسش نیست حواسش هست اصلا بیخیال خیال هر چی دوست داری فکر کن میگی چرا من بی اعتنایی که سلام نکرد این کادای شیطانه بازش نکن شما وقتی که نامه ها میان سر ماه خونتون یا تای ماه میان به عنوان بیلا به راحتی یک سوم اینا از این نامه های علکی هست برادر عزیزی که خیلی مقمم ما رو دوست داشت لطف داشت ایشون اون اوایل که ما اومدیم بیلا رو ما میدادیم چون تسلط به زبان انگلیس نداشتیم بیلا رو ما میدادیم به این برادرمون که نگاه کنه این نامه ها رو نگاه میکنه اینجوری اصلا باز نکرده پاره میکنه گفتیم ای چرا پاره میکنه بذار توشو بخونیم میگه فایده نداره بعد من یکی اینا رو علکی کشیدم میتونم میبشته یک میلیون برنده شدیم گفتم چرا اینا کردیم من الان 500 دلار هم یه میلیون گفت اینا سر کاری اول 100 دلار ازت میگیره بعد دوباره 200 دلار ازت میگیره رفتی سر کار بعدا فهمیدیم ما اینا همین لاما که بیلاد درسته حالا بالاخره بیله دیگه ولی تو جایگاه درستی است به تو کاده میده میگه این تو رو دوست نداره با فرضی علکی تو رو به کار میگیره این کاده ها رو باز نکن چون اولین کاده برات مجانی میاد بعدش باید بها بدی میدونی بهاش چیه آرامش تو باید بدی امید تو باید بدی ایمان تو باید بدی عشق باید بدی و همه اینا رو میدی بعد چی کار چه اتفاق میفته دوست از دست میدی همسر از دست میدی از دست میدی کلیسا از دست میدی ایمان تو از دست میدی کادوهای شیطان رو باز نکن متعلق به من و شما فقط کاده های مسیح هست <applause> که امید و شادمانی و قوت هست <applause> که این وعده رو داده و گاهی هم هستش که ما متاسفانه آزاردهندگان ما نسبت به زندگیمون کسانی هستن که احساس میکنیم حسادت میکنن به ما به ما تهمت میزنن قلب ما رو شکوندن در شرایطی ما رو قرار دادن انگار ما ترد شدیم توهین به ما کردن لذا این رو باید بدونیم به جای اینکه اونها رو دشمن بخونیم به جای اینکه ما اونها رو بخوایم تو یک جایگاه قرار بدیم حتی تردشون کنیم بهترین کار این هستش که اونها رو درکشون کنیم آلارمایی که ما پیدا می کنیم نسبت به دیگران که حسودم دیگرانی که ما رو دوست ندارن دیگرانی که ما رو ترد کردن دیگرانی که ما رو دروغگو می دیگرانی که دارن به ما تهمت میزنن آلارم یک فرزند خدا این هست یعنی اون شخص نیاز به محبت تو داره نیاز داره که تو اونو بیشتر درک کنی نیاز داره که تو بیشتر به اون نزدیک بشی تا کاملا بدونی تو چه موقعیتی هست برای دستگیریش امروز به عنوان فرزند خدا ما جایگاه جنگ نداریم اگر این گونه عمل کنیم عذر میخوام ببخشید از روانشناسا عقبتر افتادیم چون امروز درس های روانشناسی هم اینگونه نیستش میبینیم که در مسیر محبت و درک هستش یک مثال چینی میگه تا زمانی که به یک دره عمیق نرسیده ای زخامت زمین رو درک نمی کنیم تا زمانی که اجازه ندی نزدیک اون شخصی که داری داوری میکنی قضاوت میکنی و فکر نایی درست هم داری قضاوت میکنی بر علیه تو صحبت کرده قیبت تو رو کرده تا زمانی که کاملا به اون نزدیک نشی نمیتونیم درک کنیم و ما امروز روح خدا رو داریم روح القدس رو داریم تا آنانی که باعث رنج و عذای ما شدن رو بتونیم درک کنیم در غزل قزل ها میخونیم اعلام میکنه محبت از مرگ زوراورتر هستش آمین وقتی با محبت میریم جلو حتما خداوند مطابق فیضش نیست کار میکنه و اندیشمندی اعلام میکنه عشق ترس را دور میکند در حضور خدا وقتی از محبت خدا پر میشیم ترس ما ریخته خواهد شد و اون موقع اون کسایی که در ذهنت دشمن خوندی رو به عنوان آزار دهنده قبول کن و آزارش به خاطر تو نیست به خاطر درد درونی که تو وجودش هست و داره منو تو رو آزار میده و اون زمان هستش که میتونی محبت کنی عشق ترس, در... ترس را دور میکند همچنان که نور ظلمت را پس با عشق او زندگی کنیم و همچنین در امثال 25 21 الی 22 میخونیم اعلام میکنه اگر دشمن تو گرسنه باشد این کتاب امثال رو دارم میخونم کلام خدا عوض نشده بعضی موقع میگن نه خدای عهد عتیق با خدای عهد جدید فرق کنه اصلا فرق نمیکنه به هیچ وجه فرق نمیکنه هر دو یک هست پیام این کتاب مقدس محبت هست عشق هستش اما در ابتدا باید انسان انصاف رو میاموخت تا درک کنه که چقدر نیازمند عدالت خدا هست و عدالت فقط به توسط مسیح امکان پذیر بود و به توسط روح مقدس او اعلام میکنه اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان زیرا اخگرها بر سرش خواهی انباشت و خداوند تو را پاداش خواهد داد چرا که وقتی محبت میکنی اون شخص رو اجازه میدی اون از خواب قفلت بیدار بشه نه اینکه شرمنده میشه هرگز خدا نمیخواد ما کسی رو شرمنده کنیم ما کی هستیم انسان ها رو شرمنده کنیم به هیچ وجه چون خود ما هم همیشه اشتباه می کنیم ما هم نیز گناه خواهیم کرد خدا نمیخواد ما همدیگر رو شرمنده کنیم بلکه خداوند میخواد که ما بیدار بشیم به اون جایگاه اصلی به اون عیب اصلیمون نیز پی ببریم برای اینکه یک زندگی سالم رو نیز داشته باشیم اما با این حال با تمام این تفاسیر میتونید بگید پدر رسول این کتاب مقدس که خب چند هزار سال هست هز عهد عتیق هم جدیدم که دو هزار سال از عشق و محبت داره میگه این همه رمان فیلم ها مثال هایی که دوستان خیانت کردن همسر خیانت کرده بچه خیانت کرده والدین خیانت کردن پس این داستانها ها قصتش از کجاست تو کشورهای مسیحی هم بوده نبوده؟ بله که بوده خب اینم اینم جزء واقعیت هستش حتی ما در این رابطه شاعرهایی رو داریم که یه چنین اشعاری هم میگه اعلام میکنه در قمار زندگی عاقبت ما در قمار زندگی عاقبت ما باختیم بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم این شعر از کجا میاد از خیانتها میاد از اون جایگاهی میاد که میبینیم که مردم انتظار نداشتن در مقابل محمد و یا اینکه شاعری میگه فلک با من سر بیداد دارد به سینه کین مادرزاد دارد دلم گویی چو کوه بیستون است که زخم تیشه فرهاد دارد این شعر از کجا میاد از این هست که متاسفانه یک نوع موقعیت زندگی ما در واقعیت های هستش که ما آسیب خوردیم و در این آسیب نیز توی یک جایگاهی قرار گرفتیم شکستیم از من رفتیم حالا چی کار کنیم بعد از من هم به مسیح ایمان آوردم ولی دارم اینم یک ایماندار یا دشمن منه نه آزار دهنده من هست هیچ راهی غیر از محبت نداریم داوود پادشاه همینجا گیر کرده بود در مزمور 55 12 الی -14, 14 رو براتون میخونم که اعلام میکنه اگر دشمن من به من توهین میکرد آن را تحمل میکردم اینطوری شده یا نه یک ایماندار دلتو شکسته میگی اگر واقعا یه بی ایمان به من توهین میکرد من اونو میبخشیدم یا اون باور من لذا اصلا اینجوری نباید باشه هیچ فرقی نمیتونه بکنه اگر اون کسی یک ایماندار هست رو آزار میده اینو بدون احتیاج به محبت بیشتر داره باید محبتش کنیم اگر دشمن من به من توهین میکرد آن را تحمل میکردم و یا اگر رقمت از میخوام و اگر و اگر رقیب من به ضد من برخواسته بود کسی که در مقابل من هست خود را پنهان می نمود اما این تو هستی شریک و همکار و دوست نزدیک من با ما،, ما با هم گفت و شنود داشتیم و با یکدیگر برای عبادت به معبد بزرگ می رفتیم یعنی هر دو با هم به کلیسا می رفتیم می رفتیم پرستش می کردیم می رفتیم موعظه گوش می کردیم نام خدا رو جلال میدادیم داوود پادشاه داره از یه چنین کسی میگه و دلش از چنین افرادی نیز گرفته شده و وقتی نگاه میکنیم به کتاب مقدس میبینیم در از قابل رو چه کسی میکشه؟ برادرش قائن میکشه یوسف رو چه کسی به چاه میندازه؟ برادراش میندازن داوود پادشاه رو چه کسی میخواد بکشه و از سلطنت بندازه؟ ابو شالم پسرش میخواد این کارو کنه ایسای مسیح رو چه کسی لو میده؟ شاگرد خودش لو میده <applause> چگونه است که این همه سخن از عشق و محبت و ما میبینیم مردان و زنانی که در کلام خدا میباید نمونه ای باشن اما چه کار کردن اما چگونه شد که یوسف پادشاه شد داوود پیروز شد. عیسی مسیح موفق شد و پیروز شد. مرد و پس از سه روز قیام کرد. رمز پیروزی اینها این بود. اجازه ندادن با دشمن فرزیشون پیوند ببندن. اجازه ندادن مانند انسانهای عادی عمل کنن. خودشون رو سپردن به خدای زنده و نگاهشون به هدف مقدس خلقت بود. به هدفی که در نظر داشتن. امروز من و شما فرزندان خدا هستیم ما امروز زنده هستیم به عنوان فرزندان خدا که فقط خدا رو خدمت کنیم فقط خدا رو خدمت کنیم مشکلات هست سختی ها هست اگر قلب تو مسیح دادی اگر به مسیح ایمان آوردی زنده هستی که فقط او رو خدمت کنی یک بار دیگه گفتم در غیر این صورت چقدر بهتر بود که من همون لحظه مانند اون دزد بالای صلیب میرفتم آسمان برای چی بمونم اینقدر گناه کنم اگر ما امروز هستیم، فقط ماندیم که به فیض خداوند او را خدمت کنیم. در مزمور 55-18-19 میخونیم، اعلام میکنیم. هرچند دشمنان من زیادن، اما او مرا در جنگ با آنها، پیروز خواهد ساخت و به سلامتی باز خواهد گرداند خدایی که از ازل بر تخت فرمانروایی نشسته است دعایم را خواهد شنید و آنها را شکست خواهد داد زیرا آنها از خدا می ترسند یعنی در اصل اونها موقعیت هایی رو دارن که خدا رو در اصل نمیشناسن که میترسن امروز من و شما به عنوان فرزندان خدا خدا رو میشناسیم نمیتونیم از خدا بترسیم من نقشه‌های پلید خود را تغییر نمی‌دهند و اگر امروز من و شما به عنوان فرزندان خدا توی جایگاه‌هایی که ایستادیم بخوایم مانند مردم دنیا عمل کنیم این رو بدونیم که حامی ما دیگه خدا نمی‌تونه باشه به عنوان فرزند خدا اگر پذیرفتیم فرزند خدا هستیم مطابق کلام خداوند متی 28 بیس اعلام میکنه تا انقضای عالم با تو خواهم بود این رو نیز باید بپذیریم که خداوند در این موقعیت ما رو دستگیری کنه با موقعیت هایی که داریم دوم تسالونیکیان 3 13 الی 14 میگه اما ای برادران این تکلیف ماست از نیکویی کردن خسته مشوید ولی اگر کسی سخن ما را در این رسالت اطاعت نکرد کسی کلام خدا رو نپذیرفت ایمانداری که مسیح ایمان آورده و از چشم شما آزار دهنده است هنوز شما رو تحت فشار و آزار داره قرار میده اولین قدم این هست که با خودش صحبت کنی دومین قدم این هست به کلیسا بگی سومین قدم این هست که بتونی اون راه های قانونی رو طی کنی کلام خدا این رو داره به ما میگه میگه اما شما ای برادران از نیکوی کردن خسته مشوید ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکرد بر اون نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود یعنی از خواب قفلت بیدار بشه اما او را دشمن مشمارید برادرت رو خواهرت رو دشمن نخون اون دشمن نیستش اون اشتباه داره میکنه اون خطا کاره اون دهنده تو هست به علت اینکه نمیدونه ولی دشمن شما نیست اما او را دشمن مشمارید بلکه چون برادر او را تنبیه کنید یعنی بهش اخدار بدید نه اینکه آزار بهش برسانید بلکه تو یک موقعیتی او را قرار بدید که بتونه زندگی خودش رو عوض کنه بریم با همدیگه انجیل متا ۵، ۴۳ رو داشته باشیم عزیزان بورشور دارید یا نه؟ اونا که بورشور ندارن دستاشون بره بالا؟ بله لطفا یه بورشور به خواهر عزیزان بدید در بورشوراتون نامه کلوسیان یک ده الا چهارده هستش چون وقت نیست نمیخوایم آیاتو رو بخونیم آیاتو رو خودتون بدن بخونید هم ردیف این آیات رو ما زیاد خونیم ایسای مسیح این رو بدونیم هرگز قصد نداره امر معروف و نهی از منکر بکنه چون قبلا پیامبرای دیگه کردن انبیا کردن عیسی مسیح آمده ما رو تشویق بکنه که چگونه میتونیم با عشق و محبت عشقی که از خدا میگیریم آزار دهندگان خودمون رو شفا بدیم این رو بدونیم فرزندان خدا مدام در ترافی باید باشن مدام در شفا باید باشن حتی اگر کشیش مثل من باشن من باید هر روزه در حضور خدا برم شفا بگیرم شفا بگیرم رابطه خودم با بچه هم بهتر بشه با همسرم بهتر بشه با اعضای کلیسا بهتر بشه با رهبران کلیسا بهتر بشه چرا که من هر روزه اشتباه میکنم پس همه ای ما اشتباه میکنیم و این رمز پیروزیش فقط محبتی است که از خدا ریشه میگیره بله بفهمید شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لکن من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد ابای خود را نیز به دو پس مسیح تعلیم شریعت که درش قصاص هست رو نمیده درش انصاف هست رو نمیده عیسی مسیح داره تعلیمی رو میده که فقط به توسط روح القدس امکان پذیره که ماورای انصاف عمل میکنه و اون بخشش هست بخشش بلا عوض هست بله و هرگاه کسی تو را برای یک مایل مجبور سازد دو مایل همراه او برو هر کس از تو سوال کند به دو ببخش و از کسی که قرض از از تو خواهد روی خود را مگردان یعنی کاملا مانند خود مسیح که گناهکار نبود اما به خاطر گناهان بشریت روی صلیب رفت به خاطر من و شما روی صلیب رفت این محبت عزیزان این جبر نیست که من چاره ای نداشتم ما در ترزانی زلام میکنه محبت راستین اندازه نمیگیرد فقط میبخشد همون کاری که مسیح نیز انجام داد بله شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود ادابت کن اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فوش داد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید گاهی حالا ما میگیم آخه بعد از اون طرف همش لغاز میگه همش من متلک میگه من چه کنم بابا فلش کن این فکر بیشتر داره تو رو اذیت میکنه به من بی محلی میکنه بابا فیل کن این روزا ما خدا رو شکر میکنیم برای اینترنت برای فیسبوک انقدر مطالب زیادی ما میآموزیم از اینها که میبینیم داره روشش یاد میده فقط قدرتش رو مسیح داره قدرت اصلی رو روح القدس داره من به شما میده شخصی رو میکنه به دوستش که میخواسته اذیتش کنه میگه من بگو تو چقدر زشتی مثلا چی میتونست بگه؟ گفت زش خودتی، ببخشید، باباته، جد آبایته یک قد بهش نگاه میکنه میگه من وقتی بچه بودم به دنیا آمدم من تو بیمارستان عوض کردم خب ما این کارا میتونیم بکنیم، از این شوخی میتونیم بکنیم، از این مزه ها میتونیم بکنیم رد شو، نمون تو اون جایگاه که باعث آزار خودت و نیز جنگی بین تو و دیگران بشه، بله؟ زیرا که آفتاب خود را بر و نیکان می سازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایید که شما را محبت مینمایند چه اجر دارید آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید این محک زندگی یک ایماندار هست امروز من و شما که مسیح ایمان آوردیم تصمیمی که میگیری یه دو تا علامت مساوی بذار جلوش بگو ببینم اگر مسیح بود چه کار میکرد اگر آدمایی که هنوز مسیح ایمان نداشتن چه کار میکردن اون موقع میبینیم تو چه جایگاهی باشیم اون موقع ترک دیوارهای زندگیمون رو خواهیم دید بله آیا باجگیران چنین نمی کنن؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است آمین آمین اندیشمند این گونه اعلام میکنه ما میتونیم این گونه تفکر کنیم از کسانی که از من متنفرند سپاس آنها مرا قوی تر می کنند. روش فکر کنیم. از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم. آنان قلب مرا بزرگتر می کنند. از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم. آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست. از کسانی که با من میمانند گذارم آنان به من معنای دوست واقعی را نشان خواهند داد. ما می تونیم این گونه فکر کنیم. ما میتونیم توی جایگاهی قرار بگیریم که آنچه را که بر علیه ما هست از چشمان خدا ببینیم و اونجا هستش که مطابق رومیان 8:28 حتی مشکلات و سختی‌ها نیز به خیریت تبدیل خواهد شد. آمین. بریم با هم دیگه نکات رو داشته باشیم. نکته اول چگونه به طریق خداوند در زندگی عمل کنم؟ طریق خداوند برای رهایی از گناهان و گناهان آزادی هست که توبه کاران را فیض میبخشد تا حیات جاودان یابند بله طریق خداوند برای رهایی از رنجها آرامش است که منتظران را تسلی میبخشد تا سلامتی کامل یابند بله اینا محک زندگی اون باید باشه اگر غیر از این نیست به خودمون بیایم نکته سوم طریق خداوند برای رهایی از ترسها آگاهی هست که ایمانداران را قوت میبخشد تا دلیری بسیار یابند بله نکته چهارم اینجا جایگاهی هستش که باید خودمون رو ببینیم عزیزان به طور خاص قسمت آمادگی اومدیم اینجا آماده بشیم اما اینجا آماده شدی ادامش بده توی در حضور خدا توی خونه طریق خداوند برای رهایی از دشمنان آزاردهندگان این دشمنان فرضی هستش من دشمن حقیقی رو نمیگم آنطور که تو ذهنمون بعض موقع عصبانی میشیم میگیم این فلانی دشمن من هست یا ذهنت بهت میگه اون دشمن هست طریق خداوند برای رهایی از دشمنان آمادگی هست در حضور خدا در کلام در کلیسا با قوت روح القدس که متوکلان را امید میبخشد تا امنیت همیشگی یابند آمین هاللویا و این امنیت همیشگی رو ما مطابق فیض خداوند داریم امثال ده نو اعلام میکنه کسی که به راستی راه رود مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم میخوای در عدالت مسیح باشی در کنارش همراه بشه از روح او پر کسی که با مسیح راه میره کسی که اجازه میده مسیح تصمیم گیرنده زندگیش باشه حکمت و خرد تصمیم گیرندهش باشه کسی که به راستی راه رود در امنیت سالک گردد و کسی که راه خود را کج میسازد به تفکرات خودش روی کینه و نفرت داره عمل میکنه آشکار خواهد شد یعنی رسوا میشه نمیتونه به اون پیروزی ها نیز برسه و سهراب سپهری نیز اینگونه اعلام میکنه زندگی پنجره باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است تا امروز این فرصت هست کلام خدا را داریم میشنوی حیاتی هست در حضور خدا روش کنیم زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است جهانی با ماست آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست فرصت بازی این پنجره را دریابیم در نبندیم به نور در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم پرده از ساحل دل برگیریم قدر این خاطره را دریابیم قدر این نجات و رستگاری رو بدونیم که خداوند برای ما مهیا کرد و همون گونه که در انجیل لوقا 23 34 نیز میخونیم که عیسی مسیح گفت ای پدر آزاردهندگان من اونهایی که به دستان من میخزدن اونهایی که منو شکنجه کردن اونهایی که آب دهان بر صورت من پاچیدن اونهایی که تاج خار بر سر من گذاشتن اونها را ببخش چرا؟ زیرا نمیدانم به این اکتفا کنیم که تمام آزاردهندگان ما نمیدانند اونها نیاز دارن تا ما به اونها نشون بدیم بازم دوستشون داریم تا این سوء تفاهم ها تا تمام آنچه را که بهانه ای شده برای کدورت ها نیز از بین بره بریم آخرین آیه رو نیز بشنویم زحمت مزمور 108 12 الی لطفا لحظه بیستیم ممنون میشم میخوایم همه با همدیگه این آیه رو بخونیم. آیا پرویز جان آیاتم آیه رو میتونیم داشت نداریم؟ خب لطفاً رو دارید؟ به بورشورات کی بورشور نداره؟ لطفا یه برشور رو ده. خب با هم دیگه بخونید میتونیم با هم بخونیم خداوندا ما را بر دشمن امداد فرما زیرا که مدد انسان باطل است در خدا با شجاعت کار خواهیم کرد و او دشمنان ما را پایمال خواهد نمود آمین از روح خداوند پر بشیم قوت خداوند رو داشته باشیم و خداوند مطابق فیضش ما را برکت میده بفرمایید خواهش میکنم